کارگردانیه و اگر احساس کنیم جایی میتونیم کار بهتر انجام بدیم قطعا همونجا خواهیم. یعنی اگر بتونیم بستر مناسب در تلویزیون باشه باز برمیگه تلویزیون. بله چرا که نه. آقای سیفی عزت، فرق الان دوتا بستر چیه؟ دوتا بستر تلویزیون، شما هر دو بستر کار کردید، شبکه نمایش خانگی و تلویزیون، اگه بخوای ارزیابی کنی دوتا بستر چگونه بستر رو ارزیابی کنی؟ مهمترین تفاوتشون تو مخاطبه، مخاطب پلتفرما، مخاطب شناخته شده دقیقه، یعنی شما میدونی با چه تعداد از بیننده ها لااقل توی حوزه فضای مجازی پلتفرمی طرفی، هرچند توی فضاهای دیگه که داره حالا به صورت دانلودی ماهواره ها یا جاهای مختلف پخش میشه همین سریال ها، اونها هم مخاطبان غیر شناخته شده این سریال ها هستن، ولی سریال تلویزیون در واقع کاملا پیشفرضش اینه که به طور مجانی بدون اینکه قطعی بدونی که چه تعداد، فقط به همیشه ما آمار رندومی داریم. این از زاویه این ورش، ولی بحث مهم دیگرش هم جنس داستان‌ها و فضاسازی‌ها و این هاست. قطعا نگاه فضای نمایشخانگی بیشتر مخاطب محور، قطعا همش جذب مخاطب بیشتر و راضی کردن مخاطب خودشه. تو تلویزیون همواره این بوده، ولی خب نیاز و مصلحت مخاطب و این فضاهای محتوایی که جزء وظیفه‌های حاکمیتیشه همواره که بالا سر این موضوع بوده، یعنی گاهی موضوعات مهمتر از موضوعاتی که قرار به مخاطب ارائه بشه شاید از نیاز مخاطب به جنس داستان‌هاش متفاوت تر باشه. یعنی مخاطب یه نیاز آنی هیجانی الان داره، تلویزیون به دلیل مأموریت‌هاش شاید به اون نتونه بپردازه یا جور دیگری بپردازه. این تفاوت شکلی خودش هم ایجاد کرده دیگه، یعنی فضاهای دو تا فضا و بستری که متفاوت کرده هم دیگه. آقای مسئولی، تو در تلویزیون خیلی کار کردی، یعنی از تلویزیون هم کارت شروع کردی، حالا برمیگردیم به کار قبلی چون میخوایم این تحلیل رو داشته باشیم. الان اون نیاز مصلحتی که آقای سیفی آزاد میده تو احساس کردی موقع کار میکردی در تلویزیون؟ ببینید، واقعیت اینه که تلویزیون در یه دوره واقعا یک دوره طلایی داشت در دهه 80. من فکر میکنم که اغلب ماهایی که جون گرفتیم در بخش کارگردانی حداقل یه جوری مدیون تلویزیونی، یعنی مدیون